منم خداوند بخشنده و مهربان و با, با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید با گزارش شیر نیوز روز گذشته کرامدین کریم یک شخص را بر اکبار گلوله بست این دومین روز است که باشندگان محل در حال اعتراض هن. اما پلیس میگوید شخص سوی قصد شده شدیدن مجروع است و کشته نشده است مردم در اعتراض به این موضوع شهرهای عمومی پنچیر را بستند این در حال است که دادستانی کل افغانستان چندین ماه پیش حکم بازداشت کرام کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کرده بود جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افغانستان در آن زمان به تلو نیوز گفته بود پس از آن که فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا رسما کریم را از هر گونه فعالیت های ورزشی و فوتبال محروم کرد دادستانی کل نیز حکم بازداشت وی را صادر کرده است این هم یک خبر دیگر توسعه وزارت اطلاعات و فرهنگ به مردان به جای خشونت در روزهای قرنطین در امور خانه بازنان کمک کنید هشت صبح کابل وزارت اطلاعات فرهنگ می گوید که جامعه زنان افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی در روزهای قرنطین شکایت می کنند. عبدالمنان شیوای شرق موین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ بر روز چهار شنبه چهارده جوزا در یک نشست خبری گفت که بر اساس اعتراضات و دادخواهی جامعه زنان خشونت های خانوادگی در روزها و شرایط قرنطین در کشور افزایش یافته است. موین نشرات و وزارت اطلاعات فرهنگ در این نشست خبری از مردم خواست که جلوه افزایش خشونتهای خانوادگی را بگیرند و تلاش کنند تا آن را به سفر برسانند. شیوه شرق در این نشست خبری گفت که رسالت انسانی و دینی مردان است که در شرایط کرونایی علیه خانواده خشونت نکنند. او توصیه کرد که در این شرایط باید مردان در کارهای خانه و آموزش کودکان سهم بگیرند و برای ایجاد سهولت ها برای خانواده و کم کردن فشار روانی زنان تلاش کنند. شیوای شرق گفت که وزارت اطلاعات فرهنگ برنامه آگاهی آمد در این مورد را نیز به زودی آغاز می کند. محدودیت گشت و گذار در شهر کابل در نهم ماه عمل امسال وضع شد. این وضعیت در بسیاری از شهرهای دیگر نیز تطبیق شده است. محدودیت گشت سبب شده است که برخی از کارها تسهیل شوند و مردم در خانه ها بمانند چنان که مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ میگویند خشونت های خانوادگی در وضعیت این چنونی افزایش یافته است پیشتر سازمان ملل متحد نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در جریان قرنطین خانوادگی هشدار داده بود آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیام گفته بود که از زنان در جریان تعطیلی های ناشی از ویروس کرونا با خشونت مواجه شدند او این پیام را در آسط مای عمل زمان منتشر کرده بود که در بیشتر کشورها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قرنطین وضع شده بود دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود که خانه ها باید ترین محل برای زنان باشند او از دولت ها نیز خواسته بود که به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با کرونا حمایت از زنان را در جریان قرنطین اولویت دهند همچنان در یک خبر دیگر وزارت صد محصولی که از سوی الکوزه ادعا می شود واکسین کرونا است از مواد مخدر تهیه شده است 8 صبح وزارت صحت اعلام کرد محصولی که از سوی حکیم الکوزی به با مردم به عنوان واکسین کرونا عرضه می شود در لابراتوار مرکزی وزارت بررسی و ترکیبات آن شناسایی شده است و اید مجروع معاین خدمات سیهی وزارت صحت به روز چهار شنبه 14 جوزا در یک نشست خبری گفت که محصول ساخت علکوزه از انواع مواد مخدر از جمله مورفین و تریاب تهیه شده است مشروع افزود که برخی از گیاهان نیز در ترکیب این محصول شامل است اما بیشتر ترکیبات مواد مخدر در آن مشاهده شده است مقامات صحی گفتند که این محصول هیچ گونه موثریت در درمان بیماران کووید 19 ندارد و به عنوان مسکن موقتی عمل میکند و ممکن سبب احتیاط شود موین عرضه خدمات صحی وزارت ساعت در این نشست خبری گفت که گزارش مفصل یافته های مرکزی وزارت ساعت آمد زودی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. وحید مجروح خاطر نشان کرد که همزمان با شناسایی ترکیبات واکسین مورد ادای کوزای، کمیته ساینس وزارت ساعت آمد توسیه نامه ای را به آدرس حکیم الکوزی و همراهانش و دولت افغانستان نوشته است تا اقدامات توسعه شده از سوی وزارت ساعت را در این مورد اجرایی کنند. شخص به نام حکیم الکوزی از چند روز به این سو در مرکز سی سبحان در شهر کابل ادعای ساخت واکسین کرونا را مطرح کرده است. این مرکز صحی که وزارت صحت گفته از جواز رسمی فعالیت ندارد در چند روز گذشته شاید حضور گسترده مردم برای گرفتن واکسین ساخت الکوزه بوده است حکیم الکوزه مدعی است که داروی ساخت او بیماران کووید 19 را درمان می کند و تا کنون بر چندین هزار نفر تطبیق شده و نتیجه بخش نیز بوده است او همچنان وزارت صحت را به چالش کشیده است که داروی ساخت او را روی بیماران کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن آزمایش کنند تا موثریت آن ثابت شود موین عرضه خدمات صحی وزارت صحت اما افزود که بیماران کوید 19 در شفاخانه افغان ژاپن افراد محکوم به مرگ و حیوانات آزمایشگاهی نیستند که اجازه داده شود داروی ترکیب شده از مواد مخدر روی آنها آزمایش شود او تاکید کرد که وزارت صحت به هیچ وجه دچار این خطایی، اخلاقی نخواهد شد و به کسی نیز اجازه نمی دهد تا این دارو را رو روی بیماران تطبیق کند و عیات آنها را به خطر بیاندازد. به گفته مجروع ساخت ویروس و کرونا و آزمایش یک داروی جدید تابع اصول علمی و اخلاقی است. در این حال عبدالمنان شیوای شرق موین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست خبری گفت که برخورد با ساعت یک امر فنی و علمی است و نمی شود با داروی ترکیب شده از مواد مخدر با حیات بیماران بازی کرد شیوای شرق از اینکه که مردم از اقشار مختلف برای گرفتن یک قدر مواد مخدر صرف میکشند ابراز تأسف کرد و خواهان توجه جدی به توسعه های وزارت ساعت در این مورد شد موین نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ تطبیق این دارو بر بیماران را خلاف اصول حقوق بشری و اخلاقی خواند او تاکید کرد که چنین برخوردها باید مهار شود و برخورد غیر اخلاقی با ساعت آمه بدتر از دهشت افغانی است هرچند وزارت ساعت آمه فعالیت مرکز سی سبحان را متوقف کرده است اما با وجود آن هم این مرکز در دو روز گذشته فعال بوده است وزارت امور دا داخله ما میگوید تا قرار رسمی از سوی نهاد مسئول برای توقف فعالیت این مرکز به این وزارت فرستاده نشود پلیس الزاما وظیفه ندارد که وارد عمل شود یکی از نگرانی در پیوند به مرکز صحی صبحان تجمع گسترده مردم است که سبب گسترش ویروس و کرونا می شود حمایت از افغانستان در جریان گسترش ویروس و کرونا و تلاشا برای یافتن واکسین گسترش ویروس و کرونا بر تمام جوامع در سراسر سر جهان تاثیر گذاشته است این بزرگترین حالت استروری صحی جهان در یک نسل است و تاثیرات آن بر جوامع خانواده ها و افراد در حال حاضر در سراسر سر جهان آشکار است می توان با کمی تردید گفت که در افغانستان در حال حاضر که این کشور با چالش تغییر صفحه جنگ و خشونت و رایافتن به صلح پایدار و قابل قبول روبرو از ویروس و کرونا و اثرات آن چالش هایی را که شهروندان افغانستان با آن مواجهن جدی تر ساخته است با شمول چالش های کسب درآمد و ماش محافظت، پرورش و تربیت همه کودکان هم از پسران و دختران، مراقبت از خانواده و دوستان، پایان دادن به خشونت و ساختن آینده بهتر. ما در بریتانیا از طریق برنامه های کمک های بریتانیا و سایر برنامه های من، کار من را برای کمک به حمایت از افغانستان و افغان ها در ساختن آینده ای که شایسته آنها است ادامه می دهیم. ویروس و کرونا در حال حاضر بحران انسانی را گسترش داده و تعداد افرادی را بیشتر کرده است که در فقر زندگی می و نیاز به حمایت غذایی آب سی و حفظ دارند به همین دلیل ما در همکاری با سازمان ملل بانک جهانی و دولت افغانستان متعهدیم تا کمک های بشر و حیاتی را برای افراد نیازمند فراهم کنیم ما به منظور تقویت نظام صحی افغانستان از طریق کمک های مالی سالانه به صندوق وشی با سازی افغانستان به کار ادامه ندامه